اما بعضی در واقع اطاعت از رهبری تفاوتش با اطاعت از قانون در جایی ظاهر میشه که رهبر یک مطلبی رو بیان بکنه که دیگه در قانون قید نشده و اونجاست که میزان ولایت پذیری اشخاص مشخص میشه. یا به عبارت دیگه مثالی میزنه خود این پناهیان و میگه اگر یک اتومبیلیستی توی ماشینش نشسته و داره رانندگی میکنه و میرسه به چراغ قرمز و میایسته و باید بایسته چون قانون حکم میکنه که راننده باید پشت چراغ قرمز بایسته و وقتی که چراغ سبز میشه حق راننده اینه که ماشینش رو به حرکت در بیاره و بره. اینجا داره قانون رو اجرا میکنه. اگر پشت چراغ قرمز نایسته قانون رو نقض کرده. اما اگر که موقعی که چراغ سبز شد و این بر اساس قانون حق عبور از چهار راه رو پیدا کرد و خواست حرکت بکنه، یک پاسبانی اونجا وایساده باشه و اجازه نده که این حرکت کنه، بگه بایست. اینجا این شخص نمیتونه بگه که قانون به من اجازه میده که این چراغ سبز شد حرکت کنم، چون اینجا یک مقوله بالاتر از اون قانون مکتوب ظهور کرده و اونم اراده اون پلیسیه که اونجا وایساده. و بعد نتیجه میگیره و میگه که در نتیجه اگر یک موقعی ولی فقیه با استفاده از موقعیت ولوی خودش یک حرفی زد که در قانون مکتوب نبود، کسی نمیتونه بگه آقا این حرف خلاف قانونه که شما دارین میزنی. اینجا وقت ولایت پذیری باید ظهور بکنه و اطاعت از اصل ولایت پذیری. این تفسیریه که پناهیان میکنه. البته این حرفی که میزنه توش خب به طور روشن و مشخص سفسطه وجود داره، چون اون پلیسی که اونجا وایساده بر اساس قانون دارای این اتوریته هستش که حتی وقتی چراغ سبز بشه ماشین ها رو اجازه حرکت بهشون نده. و اگر کسی وقتی چراغ سبز شد علی رغم اینکه پلیس بهش اجازه نمیده حرکت بکنه بخواد حرکت بکنه، داره قانون شکنی میکنه و این مورد با اون حرفی که پناهیان میخواد مثال بزنه انطباق ندارن با هم دیگه. اما در مورد موقعیت رهبری و دستوراتی که میده به طور غیر مشخص مفاهیمی رو بیان میکنه و بعد یه عده مفسر به عنوان میانجی میخوان این مفاهیم رو با یک مصادیقی انطباق بدن، به این ترتیب قضیه مطرح میشه که میتونیم بگیم ظرف این 31 سال رادیکال ترین بخش در نظام جمهوری اسلامی این حزب مؤتلفه بوده. قبلا نامش بود هیئت‌های مؤتلفه و بعد شد حزب مؤتلفه. اینها همیشه در تفسیرهایی که ارائه میدادند تمام تلاششون این بود که درست پشت سر رهبر خودشون حرکت بکنن. و در ماجرای بعد از انتخابات هم اینها تلاششون این بود که بیان و علی اکبر هاشمی رفسنجانی رو از آقایان موسوی و کروبی جدا بکنن و به قول خودشون جبهه مقابلشون رو به این ترتیب دچار فروپاشی و تضعیف بکنن. اینها که میتونیم بگیم رادیکال ترین قشر درون حاکمیت ظرف این 31 سال اخیر بودند، تفسیرشون همیشه این بوده که ما درست باید پا جای پای رهبری بذاریم و درست پشت سر رهبری حرکت بکنیم و یک گام پشت سر رهبری باشیم و از این تخطی نکنیم. این تفسیرشون بوده همیشه.
و انتقادشون به اشخاصی مانند خاتمی یا موسوی یا غیره یا غیره این بوده که اونها تفسیر به رأی میکردن و چیزهایی رو که به نظر خودشون میرسید اگرچه مطابق نظر و رأی رهبری نبود اون رو اجرا میکردن و اعمال میکردن و این اشتباهشون بوده. و اصولگرا کسیه که درست پشت سر رهبری حرکت کنه، یک گام پشت سر رهبری باشه، این تفسیرشون بوده. اما اون چیزی که در این گرد همایش عبرت‌ها و بصیرت‌ها گفته شد به ما نشون میده که یک قشر دیگری در ایران وجود داشته یا به وجود اومده در سالهای اخیر که حتی از اون پیروان مؤتلفه‌ای هم رادیکال‌تره، به این دلیل که اینها بر خودشون قائل به قدرت تفسیر هستند و خودشون رو میانجی میشمرند بین رهبری و به قول خودشون امت. اینها میگن ما باید یک گام جلوتر از رهبری حرکت کنیم، نه پشت سر رهبری بلکه جلوتر از رهبری. یعنی چی؟ یعنی به سبب اون قوه تفسیری که ما داریم میتونیم مطالبی رو بفهمیم که رهبری به طور مصداقی بیان نمیکنه بلکه به صورت مفهوم کلی میگه. اما چون ما قوه تفسیر داریم میفهمیم که این حرفی که رهبری میزنه یعنی چی و به کجا برمیگرده. به همین دلیل اون رو عمل میکنیم. یعنی حرفی رو که رهبری به طور مصداقی نزده ما استنباط میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم. چیزی که رهبری نگفته و دستور اجراش رو نداده ما با نیروی استنباط خودمون درک میکنیم و اون رو اجرا میکنیم. به این دلیل ما یک گام جلوتر از رهبری حرکت میکنیم. اینجا قائل شدن به یک همچنین موقعیتی برای خود و برای اینکه بتونن به خودشون اجازه بدن که به همین صراحت عنوان بکنن که ما جلوتر از رهبری حرکت میکنیم، باید یه اتوریتهی داشته باشن. و این اتوریتهشون رو از کجا میتونن گرفته باشن؟ از اینی که تضاد با رهبری نداشته باشن. یعنی وقتی این حرفا رو میزنن رهبری بر نگرده و بهشون بگه که پس شما دارین منو پشت سر میذارین و از کجا معلوم که شما تفسیرتون درست باشه یا نباشه. یعنی معلوم میشه که رهبری به اینها اعتماد مطلق داره که اینها میتونن یه همچنین تعبیرهایی بکنن و بر اساس تعبیرهای خودشون وارد عمل بشن، کارهایی بکنن که ظاهراً رهبری اون رو نگفته یا حتی شاید ظاهراً مخالفش هم باشه. اما اینها معتقدن که ما کنه منویات رهبری رو میفهمیم. این همایش 19 20 و بعد 29 برگزار شد در تهران و در قم. اما نمونه اتم و اعلای کاری که اینها کردند همون ماجرای 14 خرداد بود.